امسال نسبت به سالهای گذشته کار کشاورزی خیلی سنگین تر شده، چون هم محصول کم داده هم هزینه ها بالا رفته. ما سالهای گذشته گونی جو می گرفتیم 12,030,000,000، امسال شده دو برابر قیمت، حدود 60 میلیون ما فقط پول گونی جو از جیب دادیم. حتی کشاورزم میاد اینجا گونی میبره، چند تا گونی هم نمیاره تحویل، دوباره تحویل بده، برای خودشون نگه میدارن. مثلا وضعیت برنج خیلی خراب بود، هم از بارندگی هم کم بود، مشتری هم که میاد ولی اینکه بخره بخر نیست، چون قیمت برنج ذره رفته بالا. سمی که بازم میگرفتیم 11 تومن حساب شده، همون سم شده 110. سمی که بازم میگرفتیم 130 تومن حساب شده 400 خورده. بخاطر همون کشاورزی امسال واسه ما خیلی سخت، هم از بابت کارگری که بازم دادیم 120 تومن حساب دادیم 300 تومن، برنج هم که کمه. و مشکلمون سمه، و به اضافه اینکه دولت باید یه زحمتی بکشه، حداقل یه سوبسیدی بده که پول سم کم کنه. سم خیلی امسال من خودم که 100 تا جو دارم حدودا 40 میلیون تومان هزینه کردم، واسه من صرف نمیکنه. سال بعد نمیخوام دیگه من زمین بگیرم واسه کشتکار. این خوشکنه وقتی که برنج از مزرعه میارن با پوست میریزیم تو این، به مدت 48 ساعت خشک میشه. این علاقه جو هست، وقتی جو میاد اینجا آشغالش گرفته میشه و توسط یه بالابر دیگه میره داخل گیشی. همونطور که توجه میکنی برنج تمام پوستش کنده شده. یه آقای آوردن تو تلویزیون، نمیدونم مسئول انجمن کشاورزان بوده، برنجکارم بوده، یه ازش پرسیدن که علت گرانی برنج امسال چیه؟ اون گفته که چون کارگر روزی 700 تومان شده. کارگر کجا 700 تومان شده؟ اون اصلا نمیدونه کشاورزی چیه، اون اصلا نمیدونه زمین کشاورزی چیه، اصلا کجا هست. کارگر روزی 200 تومان تا 250 تومان بوده. علت گرانی کودی بوده که امسال هر لیتری شده 450 هزار تومان، 500 هزار تومان. یه دونه یه لیتر زر شده 400 خورده ای، یه دونه گونی شده 800 تومانی بود. الان برو بگو سوال کنه بخره که هر دونه ای چقدره، واسه چی میدونه. امسال هم همه محصولات همون نصفه شده، اصلا نه به درد کشاورز میخوره، این همه زحمت کشیدن، این همه هزینه کردن، نه به درد اون مناسب کار میخوره، نه به درد خود صاحب کار میخوره. امسال همه نصفه شده، بعد تازه گرون نشده که. و حالا که اومدیم خیلی برنج گرونه. برنج دیگه میگن حداقل دیگه یعنی کمتر از 45-46 تومن کمتر نی. مگه میشه برنج یک کیلو برنج بگیری 50 تومن هم میگن، اونم تازه برنجی که اصلا هیچ کیفیتی هم نه عطری داره نه طعمی داره. نمیدونم با کجا رو به کی گفت اینو، به کی برسونم آدم حرفشو. من خریدار برنجم، برنج خرید فروش میکنم. وقتی میام کارخونه ها نگاه میکنم برنج هایی برنجی که خوشم اومد از همون خرید میکنم، البته به این شرط که ببرم خونه پخت کنم ببینم وضعیت برنج چجوریه. اگه اوکی شد میام با طرف خلاصه یه جوری باش برخورد میکنم، میگم که قیمت مناسبتر بده فلان. بعد خرج مخارج برنج زیاده، مثلا الان برنج اینجا که برای تهران هم میکنیم کیلو 700 تومن 750 تومن برای کرایه برنج تا اونجا بردن. کارگری که اون زمان اول یه برنج کول میکرد فرض کن 500 تومن میگیره، 1000 تومن میگیره یا 2000 تومن میگیره، الان اگه بخواد مثلا فرض کن یه تون برنج خالی کنه حداقل 150 تومن کرایه هزینه اون 50 کیلو کول میکنه میذاره پایین. بعد واسه سورتیک زدن یا مثلا الک کردن برنج اینا میخوام کیسه ها رو 10 کیلو بزنم، اونم به همین شرایط. مثلا من چند روز پیش یه برنجی خریدم آوردم اونجا، برنج فقط مثلا کیسه زده، حتی الک هم که نکردم. گفتم آقا هزینه چقدر؟ میگفت 150 هزار تومن. گفتم آقا چرا این قضیه؟ گفت همه از اینا بالاست. کیسه ای که مثلا واسه من 500 تومن میخریدم، الان این سری کیسه رو من 10 کیلو 2000 تومن خریدم. چیزی برای ما نداره که من این راه رو برم بیام.
منم دیگه میخوام از این کار منصرف شدم، میخوام اصلا دیگه قطع کنم این کارو.